هفته اول ماه ربیع اول به هفته بزرگداشت حضرت محسلم علی علیه السلام نامگذاری شده است بر همین اساس شیعیان در سراسر سر جهان در سوی حضرت محسن فرزند امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام و علیها می نشینند همکارم هورا عبدالمجید گزارش می دهد امسال نیز مانند سالهای گذشته عاشقان اهل بیت علیهم السلام در شهرها و کشورهای مختلف جهان برگزاری مراسم و مجالس هفته بزرگ داشته حضرت محسن علیه السلام را از اولین روزهای ماه ربیع اول آغاز کرده و تا چند روز دیگر ادامه میدهند. بر همین اساس پنجشنبه شب هفته مهر ماه 1401 از ساعت 23 دقیقه در حسینیه کربلایی های مقیم اصفهان واقع در سراح سقیر مراسم سوگواری و عزاداری برگزار شد. مراسم مشابهی نیز از امشب شنبه 9 مهر ماه ساعت 21 در حسینیه کربلایی های مقیم تهران واقع در چهار راه گلوبندک به مدت سه شب برگزار خواهد شد. اما در شهر نجف اشرف نیز جمعه شب سوم ربیع اول بعد از نماز نماز مغرب و اشا مراسمی در حسینیه اعصمیه برگزار شد و بعد از مراسم عزاداران برای تسلیت گویی به بارگاه مولای متقیان حضرت علی علیه السلام راهی حرم متحر شدند. اما شیعیان در کشور عربستان سعودی پنج شب و جمعه شب برابر با دوم و سوم ربیع الاول رأس ساعت 8:45 دقیقه مراسمی در حسینیه اهل بیت علیهم السلام در شهر قطیف برگزار کردند. آشقان اهل بیت علیه مسلم در کشور بحرین هم دوشنبه شب ساعت 9 و 15 دقیقه در حسینیه بن امان و جمعه شب ساعت 8 در حسینیه تشان شمالی مراسم ازاداری سوی حضرت محسن ابن علی علیه السلام را برگزار خواهند کرد. اما جمعی از شیعیان در کویت نیز شنبه شب اول ربیع اول رأس ساعت هشت مراسمی در حسینیه موسفن جعفر علیه السلام آغاز کردند شیعیان در ایالت نیوجرسی در آمریکا نیز شب گذشته برابر با سوم ربیع الاول مراسمی برگزار کردند و عاشقان حضرت محسن علیه السلام در کشور ترکیه و آلمان نیز مراسم عزاداری به همین مناسبت برگزار کردند اما در شهر سیدنی قرار است پیروان اهل بیت علیهم السلام امشب چهار ربیع الاول مراسمی به همین مناسبت برگزار کنند در شهر ماجنگا در کشور ماداگاسکار نیز شیعیان در مرکز اهل بیت علیه السلام در دوم ربیع اول گرد هم آمدند و مجلس عزایی در سوی حضرت محسن علیه السلام برگزار کردند. لازم به ذکر است بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامزلو درباره بزرگ داشت ایام محسنیه فرمودند ایام محسنیه همانند بسیاری از شعائر دینی و اسلامی نیازی به این ندارد که بگویند در گذشته وجود داشته است یا نه چرا که در روایت آمده است علینا القاء الاصول و ایام محسنیه نیز همانند سایر شعائر مورد تایید اصول و مبانی اسلامی است هورا عبدالمجید اخبارشیه